و از اهالی امروز بود و با تمام افقهای باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب می‌فهمید. صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود و پلک‌هاش مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد و دست‌هاش هوای صاف سخاوت را ورق زد و مهربانی را به سمت ما کوچاند. به شکل خلوت خود بود و عاشقانه ترین انحنای وقت خودش را برای آینه تفسیر کرد و او به شیوه باران پر از تراوت تکرار بود و او به سبک درخت میان عافیت نور منتشر می شد. همیشه کودکی باد را صدا می کرد، همیشه رشته صحبت را به چفت آب گره می زد. برای ما یک شب سجود سبز محبت را چنان صریح ادا کرد که ما به عاطفه سطح خاک دست کشیدیم و مثل لهجه یک سطل آب تازه شدیم و بارها دیدیم که با چقدر سبد برای چیدن یک خوشه بشارت رفت. ولی نشد که روبروی وضوح کبوتران بنشیند و رفت تا لب هیچ و پشت حوصله نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها ماندیم. با سبد رفتم به میدان. صبحگاهی بود، میوه ها آواز می‌خواندند. میوه ها در آفتاب آواز می‌خواندند. در طبق ها زندگی روی کمال پوست ها خواب سطوح جاودان می‌دید. استراب باغ ها در سایه هر میوه روشن بود. گاه مجهولی میان تابش به ها شنا می‌کرد. هر اناری رنگ خود را تا زمین پارسایان گسترش می‌داد. بینش همشهریان افسوس بر محیط رونق نارنج‌ها خط مماسی بود. من به خانه بازگشتم. مادرم پرسید: میوه از میدان خریدی؟ هیچ. میوه های بی نهایت را کجا می شد میان این سبد جا داد؟ گفتم از میدان بخری یک من انار خوب. امتحان کردم اناری را، انبساطش از کنار این سبد سر رفت. به چه شد؟ آخر خوراک ظهر. ظهر از آینه ها تصویر به تا دور دست زندگی میره.